سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوشحالم که مهمون چشاتون هستیم. خوب هستین؟ عصرتون بخیر باشه. عصر شنبهتون با یه جلسه دیگه از مجموعه کلاس‌های زیست سالیانم با مجموعه با کلاس آنلاین در خدمتتون هستیم و امیدوارم حالتون خوب باشه هر جا هستید. سلام سلام سلام. اوکی، یه مقدار وقتمون کم امروز، مرسی، یه ذره وقتمون کمه. یک بحثی رو میخوایم انجام بدیم رو پارت اول، رو قسمت پروتئین ها. خوب گوش کنین، رو بخش پروتئین ها یک چارچوبش رو توضیح بدیم خدمتون، ساختارها رو بحث کنیم. بعدش هم میخوایم بریم راجع به خدمتون عرض کنم که پارت اول فصل 2-12، یعنی راجع به رمز و رمزه و اینها صحبت کنیم که اون بخش رو بتونیم کلی جا بندازیم، ببینیم که انشالله مشکلی نداشته باشه. خوش آمد میگم خدمت بچه هایی که امروز به ما جوین شدن، بعد خوش آمد میگم ویژه خدمت بچه هایی که مهمان شهر ما هستند، از شهر که دیگه من میگم شهر ما مشهد، و خدمتتون عرض کنم که امیدوارم جلسه خوبی باشه. با بحث پروتئین ها میخوایم کار رو شروع کنیم. سوال؟ خب من با اجازتون از این پروتکلمون خارج بشم که بتونم در واقع کار رو درست تقدیمتون کنم و مشکلی نشته باشه. خب راجع به پروتئین ها میخواییم صحبت کنیم، راجع به 4 تا سطح ساختاریش. امیدوارم که به صلاح طوری باشه که بتونیم بحث رو ببندیم، مخصوصا اطلاعات خوبی کسب کنیم راجع به که سطوح ساختاری ما چی هستن و چه ویژگی هایی دارن و بتونیم راجع بهشون بحث داشته باشیم. خب ببینید، در مورد پروتئین ها که صحبت میکنیم، اولا نگاه کنید، یه نیم نگاهی که به سوالای امتحان نهایی یا کنکور بندازین شاید شاید یه ذره این حس بهتون به دست بده که این مبحث پروتئین ها شاید اونقدر مبحث به اصطلاح سوال خیزی نبوده. خیر، چنین نیستش. مسئله اینه که در سال قبل و با سال قبلش بخش هایی از این مجموعه گفتارسته و یه بار هم کلش به عنوان بحث حذفی کنکور مطرح شد به خاطر شرایط کرونا. به اصطلاح بنابراین خدمتتون عرض کنم که این بحث سوال برانگیز خواهد بود توی کنکور، مخصوصا امسال که قطعی فکر کنم روش فوکوس کنن طراحا. آزمون هم که همیشه ازش سوال داشتن، آزمون دفعه بعدم که قطعا از این گفتار، چون هم کانون هم گزینه اگه اشتباه نکنم و هم ماز به این سمت میرن، بنابراین این سوال خواهند داشت. اوکی، صدا اگر بد میاد من الان دارن همکارا میبینن اینجا چک میکنن، ولی نتاتون هم چک کنین، چون احتمال داره، چون اینجا که نتاشون قطعی پرسرعتن و مشکلی ندارن، لطفاً اگر امکانش هست از نتای دیتاتون استفاده کنید، چون سرعت روی دیتا بالاتر هستش. عجیب غریبه ولی تو ایران اینطوری هستش دیگه. خب بریم راجع به پروتئین صحبت کنیم. خب ببین، من میخوام جمع‌بندی کنم، سادهش کنم کار رو. اوکی، ساده کنم کار رو و اون چیزایی که مهمه و شفاف سازی میکنه براتون بگم دیگه. اونجوری که مثلا بخوایم در واقع خیلی کلاسیک کار کنیم و اینها رو نداریم. ما چون کارمون، هدفمون مشخصه، تایم هم مشخصه، کنکورم کنار گوشمونه، پس بنابراین باید بدونیم که چی کار داریم میکنیم. اولا نگاه کنین، کلمه بسپار میاد برای پروتئین. دیگه همتون میدونین دیگه وقتی میگه بسپار یعنی چی. قلمبه سلمبه است، ولی این کلمه معنی چیه؟ پلیمر هستش. پس بنابراین پروتئین پلیمره. اگه پلیمره باید از واحد سازندش تشکیل شده باشه. اسم واحد سازندش چیه؟ خب مونومر هستش. اسم مونومر پروتئین ها میشه آمینو اسید. ببین همین اول کاری خب اومده یه جمله اینجا گفته که برای ما مهم میشه. ببین میگه نوع، ترتیب و تعداد آمینو اسیدها در پروتئین ساختار و عملشون رو مشخص میکنن. ساختار و عمل. پس خیلی ساده اگه من بخوام بیام بگم، میگم دوتا پروتئین اختلافشون در چیه. اگر دوتا پروتئین با هم اختلاف دارن، شاید تعداد آمینو اسیدهاشون با هم فرق داره.
شاید نوع آمینو اسیداشون با هم فرق داره، شاید ترتیب اینها با هم چی فرق داره، شاید هم هر سه. درست شد؟ پس این برای ما مهم هستش. اوکی؟ خب میگه آمینو اسیدها همانطور که از نامشان برمیآید یک گروه آمین دارند و یک گروه کربوکسیل. گروه آمین رو که دیگه میشناسین دیگه، NH2ه. سلام. گروه کربوکسیل هم که COHه. درست شد؟ خب نگاه کنیم با ساختار عمومی یک آمینو اسید آشنا بشیم، با ساختار عمومی یک آمینو اسید آشنا بشیم. ببین برای آمینو اسید شما همیشه اینجوری در نظر بگیرید، یک کربن مرکزی بگیریم. کربن مرکزی داره که ظرفیتش چنده؟ کربن 4 هستش دیگه. اوکی؟ خب یک طرفش رو NH2 میگیریم عامل آمینیش، یک طرف COOH یا عامل چیش کربوکسیلش هست. خب یک طرف H داریم و یک طرف R. این R برای ما مهمه بچه ها. چرا؟ چون این R هستش که تعیین میکنه که این آمینو اسید چه خصوصیتی داشته باشه. چرا؟ چون آمینو اسیدهای مختلف بر اساس سایر پارامترها با هم شبیه هن. یعنی همشون یه کربن دارن، همشون یه NH2 دارن، همشون COH دارن، یه دونه H رو هم دارن. ولی چیزی که بین آمینو اسیدها اختلاف میذاره چیه؟ R هستش. R رو بهش چی میگیم بچه ها؟ اسم R چیه توی به اصطلاح آمینو اسید؟ شاید بهش بگیم که چی؟ یک زنجیره‌ای باشه، حالا هیدروکربونه یا غیره. خب اما با توجه به این شکل، من میخوام با این شکل نگاه کنید تا درسته تو بیشتر بدانیده ولی اطلاعات خوبی به شما میده. اینجا اومده تعدادی آمینو اسید رو آورده، تعدادی آمینو اسید رو مثال آورده. از چند تا آمینو اسید، پرانتز باز، تعداد آمینو اسیدها زیاده. درست شد؟ این جمله رو همین الان سیف کنید تو ذهنتون، این جمله رو همین الان تو ذهنتون سیف کنید. اما 20 تاش فقط در ساخته چی استفاده میشه؟ پروتئین. پس 20 نوع از این آمینو اسیدها در ساخت پروتئین شرکت میکنند. خب اینجا آمده چند تا آمینو اسید آورده؟ گلایسین آورده، آلانین آورده، سرین، فنیلالانین و متیونین. خب الان نگاه کنید در همین آمینو اسید اول، یعنی در آمینو اسید گلایسین، آرش چیه؟ یه هیدروژنه. درست شد؟ پس همینجا پرانتز باز، ما الزاماً آرمون نباید چی داشته باشه؟ کربن داشته باشه. پس این جمله گاهنا یه اشتباهیه که میاد که آقا حتما هیدروکربنه. درست شد؟ خب یا مثلا اگر اینجا نگاه کنید، ما در آرمون داریم حلقه چی میبینیم؟ بنزنی میبینیم. پس الان مثلا فنیلالانین جزء آمینو اسیدهایی هستش که گروه آرش میتونه حلقوی هم باشه. خب یا اگر در مورد متیونین دقت کنید، ما داریم درش عنصر چی میبینیم؟ گوگرد میبینیم. بچه ها نگاه کنین، این بیشتر بدانید رو برای این یه توضیح میدیم که کاملا شما متوجه بشی الان این آمینو اسیدها اختلافشون فقط در چیه؟ گروه آرشونه و این گروه آر هستش که خصوصیت بگو اون آمینو اسید رو تعیین میکنه. باز آمینو اسید خصوصیتش چی شد؟ تعیین شد آمینو اسید خصوصیت پروتئین رو تعیین میکنه. پس به بیانی به صورت غیر مستقیم خصوصیت آمینو اسید وابسته، بخشین خصوصیت پروتئین وابسته به گروه های چی هستش؟ آر. چه خصوصیتش؟ خصوصیت شیمیاییش، خصوصیت ساختاریش. خب یعنی هم شکلش، هم ساختارش، هم ویژگی هاش به اون آره وابسته است. بگو. خب حالا دقت بفرمایید، الان اینجا بچه ها به جای NH2 نوشته چی؟ NH3 مثبت. درسته؟ یعنی H چیکار شده؟ گرفته. درسته؟ یعنی یه دونه اینجا به جای NH2 NH3 و اینجا به جای COH COO منفی داریم. پس بنابراین وقتی که شما، خب وقتی که شما اینجا دقت بفرمایید، روی جزوت رو نگاه کنی، اینجا نوشتیم NH2 عامل بار چیه؟ مثبت. چون میتونه NH3 یه بار چی بشه؟ مثبت. COOH هم میتونه بشه COO منفی، پس عامل بار منفیش میشه. خب در ضمن اینجا نوشتیم میتونه آر خطی یا حلقوی باشه، حتی چی باشه؟ فقط یه دونه چی باشه؟ H باشه یا عناصری غیر از چی؟ غیر از C و H رو هم چی؟ داشته باشه. خب حله؟ خیلی ساده ما الان راجع به آمینو اسید اطلاعات کسب کردیم. قرار نیست بیوشیمی آزمون بدید، اطلاعات پایه در مورد پروتئین ها کفایته. ببینید؟ خب حالا نگاه کن، ما میگیم خب ما با آمینو اسید آشنا شدیم،
الان قرار آمینو اسید هامون چیکار کنن؟ بیان با هم دیگه پیوند بدن، به یک دیگه چی بشن؟ متصل بشن تا بتونیم یک زنجیره چی رو تشکیل بدیم؟ آمینو اسیدی معروف به زنجیره پلی پپتیدی، که البته شکل سه‌بعدی فاینالش رو وقتی بگیره شما حق دارید صداش کنید پروتئین. الان چنین حقی رو نداریم. خب الان اینجا در این مثال اومده چند تا آمینو اسید رو کنار هم آورده؟ سه تا آمینو اسید رو کنار هم آورده. خب دقت بفرمایید، من برم روی شکل خدمتتون عرض کنم کتاب که شاید کیفیتش اینجا یه مقدار بهتر باشه برای شما. نگاه کنید الان آمینو اسید، اولی آمینو اسید نارنجی است. خب خوب نگاه کن، این مهمه. الان تو ذهنت بگیر اینجا آمینو اسید یک ما میخواد با آمینو اسید دو ما پیوند بده. پیوندی که بین آمینو اسیدها برقرار میشه از نوع پیوند کووالانه، اشتراکیه، و به این پیوند میگیم پیوند پپتیدی. خوب گوش کن الان چه اتفاقی میفته. ببین آمینو اسید اول باید با COOHش بیاد تو بازی، یعنی با سمت چیش میاد تو بازی؟ کربوکسیلش. آمینو اسید دوم با چی میاد؟ با NH2ش میاد. درست شد؟ پس نگاه کن یه قانونه، این یه قانونه. اگر شست من رو بگیریم چی؟ NH2. انگوش کوچیکه من رو بگیریم COH. اگر به این صورت این آمینو اسید اول بگیریم اینجا NH2 اینجا COH، آمینو اسید دوم باید با کدوم سمتش بیاد؟ NH2ش. بعد اینجا بتونن با هم پیوند بدن. برای اینکه پیوند بدن COH OHش رو میده، NH2Hش رو از دست میده. یعنی چی آزاد میشه؟ یه مولکول چی آزاد میشه؟ آب. پس اینجا عملاً سنتزی رخ داده که چی تولید شده؟ آب، معروف به سنتز آبدهی. خب پس با این وضعیت الان پیونده بین کی تشکیل میشه؟ بین کربن و چی؟ نیتروژن. کربن COOH یا آمینو اسید با NH2 یا آمینو اسید دیگه. این پیوند CN معروف هستش به پیوند چی؟ پپتیدی. خب دوباره الان چه اتفاقی میفته؟ آمینو اسید دو من چیش آزاده؟ کربوکسیلش آزاده. حالا اگر بخواد آمینو اسید سوم که رنگ زرد داره به این ماجرا چی بشه؟ اضافه بشه. خب اون باید باز با سمت چیش بیاد؟ با NH2ش بیاد. درست شد؟ بیاد با COH اینجا پیوند بخواد بده، COH OHش رو بده، NH2H رو بده. چی آزاد شه؟ باز یه آب بره، پیوند بین کربن و چی ایجاد شه؟ نیتروژن. اولا باز این پیوند پپتیدیه. الان چند تا آمینو اسید اینجا داریم؟ سه تا آمینو اسید داریم. بینشون چند تا پیوند برقرار شد؟ دو تا. و به ازای تعداد پیوندهای پپتیدی مولکول آب آزاد شده. حله؟ خب الان تا من یه صفحه باز میکنم اینجا، خب شما من بگید یه آمینو اسید خب یه آمینو اسید چند تا گروه NH2 داره؟ یه دونه. چند تا COH داره؟ یه دونه. اوکی. خب حالا فرض کنیم بچه ها، فرض کنیم این یه رشته پلیپپتیده، این توپایی هم که من دارم میکشم آمینو اسیدن. خب الان چند تا آمینو اسید مثلا من کشیدم؟ پنج تا آمینو اسید. الان چند تا NH2 داریم؟ بچه ها چند تا NH2 داریم؟ یه دونه. چند تا COH داریم؟ بازم یه دونه. حواستون باشه این وسطی ها دیگه چی نیستن؟ NH2 نیستن دیگه. پس قانون اول، یه جمله خوشگل، یه جمله مجلسی، یه جمله قلمی، که در یه آمینو اسید همانند یک رشته پلیپپتید شما یه آمین داری با یه COH. درسته؟ متوجه شدین؟ آره بچه ها؟ اوکی. خب الان نگاه کن، پس با این وضعیت من الان رو این رشته پلیپپتیدم یه دونه NH2 دارم، یه دونه هم COH. دقیق یادم نمیره ولی 100% یکی از این دوتاست. با احتمال بیشتر گزینه دو سال قبل این سوال بوده. خب که این همین نکته که گفتم، خب به راحتی تونستن سوال بدن و خیلی هم باز اشتباه کردن، فکر کردن خب هر آمینو اسید قطعا یه NH2 داره، پس به تعداد آمینو اسیدها NH2 داره. پس اینو خودت یه جایی نکتهش کن بنویسا که چی؟ در یک رشته پلی پپتید همانند یک آمینو اسید. درست شد؟ چند تا NH2 داریم؟ یک گروه آمین
و یک گروه کربوکسیل داریم. بگو خب. خب حالا دقت بفرمایید، میخوایم ادامه بدیم، مطمئنم اینو جواب میدین. اگه من بگم یه پروتئینی از دو رشته پلی‌پپتید تشکیل شده، چند تا گروه کربوکسیل داریم؟ دوتا. تمام شد و رفت، حله. خب ببین الان بچه ها، این رشته پلی‌پپتید من، فرض کن، ببخشید، فرض کن اینجاش، خب فرض کن اینجاش COOH، این ورم NH2، قبول؟ درست شد؟ خب الان این رشته پلی‌پپتید من از چپ به راست ساخته شده یا از راست به چپ؟ این رشته پلی‌پپتید من از چپ به راست ساخته شده یا از راست به چپ؟ اولین آمینو اسید مگه این نیست؟ آره یا نه؟ باید چی آزاد داشته باشه؟ NH2. و آخرین آمینو اسیدت باید چی داشته باشه؟ ببخشید COOH. پس عملا اینجا اولین آمینو اسیدت اینه، گرفتید؟ پس این اولین آمینو اسید منه، این دوه، این سه، این چهاره، این پنجه. گرفتی منظورم چیه؟ پس وقتی شما یک رشته پلی‌پپتید داری، از کجا بفهمیم کی اولشه، کی سرشه، کی تهشه؟ از NH2 پیداش کن. خب الان تو فصل 7 رو انسولین شکل واضح داریم، اومده آمینو اسید رو نکشیده، رشته پلی‌پپتید رو گذاشته، فقط از این ور NH2 زده بیرون، از اون ور COOH، خودمون میفهمیم از اون ور تشکیل شده. فهمیدین؟ حل همه؟ خب دقت بفرمایید، الان مثال فرضی کتاب، عزیزم مثال فرضی کتاب چند تا آمینو اسید داشت؟ 3 آمینو اسید. مثال فرضی کتاب دیگه، اینجا هم چی داشتیم؟ NH2. اینجا هم کوهو داشتیم دیگه، نه؟ COOH. حواست دستا، اینو میخوام بدونی دیگه، اونجا دیدی این COOH، این اوه با این کربن پیوندش چیه؟ دوگانه است، لازمش داریم. خب الان یه همون مثال فرضی کتابه. خب سوال، ما چند آمینو اسید میتونن در ساخت پروتئین ها شرکت کنن؟ چند آمینو اسید ها؟ 20 تا. آره 20 آمینو اسید میتونه در ساخت یک پروتئین چیکار کنه؟ شرکت کنه. درسته؟ خب حالا دقت بفرمایید، من الان از شما یه خواهشی دارم، یه رشته پلی‌پپتید به این کوچولویی، درسته؟ رشته پلی‌پپتید به این کوچولویی با 3 آمینو اسید رو، اگر من اسم 20 آمینو اسید رو به شما بدم، گلایسین، تیروزین، هستیدین، فنیلالانین، تریپتوفان، متیونین، 3 نقطه، درسته؟ بگم بچه ها اینو حالتهای مختلفش رو بنویسین، با چند آمینو اسید؟ با 20. به چند حالت میتونین اینو بنویسین؟ درست شد؟ به چند حالت؟ به عدد ببینم تا من اینجا برات حلش کنم. میگه 20 ضرب در 19 ضرب در 18، یه اشکال کوچولویی داره، شما فکر کردی تکرار نمیتونیم داشته باشیم، درسته؟ ولی آمینو اسیدا میتونن تکراری هم باشن. آره اونایی که دارن مینویسن ممنوع. این میشه 20 حالت، اینا میتونیم به چند حالت؟ 20 حالت، اینم به 20 حالت. پس فقط یک رشته پلی‌پپتیدی کوچولو با چند تا آمینو اسید رو، با 3 آمینو اسید رو شما میتونید با چند حالت بنویسید؟ 8000 حالت. پس شما یه لحظه فرض کن من میخوام فرمولش کنم، میگم چجوری حسابش کردم؟ 20 چیکار کردم؟ 20 چیکارش کردم؟ به توان 3 رسوندم. پس اگر بگم فرمول 20 به توان چند؟ N تعداد آمینو اسیدا باشه، شما راحت میتونی بفهمی اون رشته پلی‌پپتید به چند حالت میتونه باشه. خب حالا نگاه کن، پس اینجا N میشه چیامون؟ تعداد آمینو اسید هامون. جواب این چی میشه؟ انواع حالت چیمون میشه؟ ممکن. حله؟ یک آمینو رشته پلی‌پپتیدی داریم، یک رشته پلی‌پپتیدی داریم با 100 آمینو اسید، به چند حالت میتونیم بنویسیش؟ بلند یعنی 20 به توان 100، درست؟ عدد کوچیکه؟
پس ببین پروتئینا چقدر متنوعن. پس اینو تو ذهنت باشه، بنابراین این تو ذهنت باشه، پروتئین ها بسیار چیان متنوعن. آقا الان حق میدیم کم کم به دانشمندان زمان ایوری و قبل از اون که چرا فکر میکردن پروتئین ها عامل انتقال اطلاعات وراثتی هن. دی ان ای با همه اون ابهتش 4 نوکلوتید داره، ادنیندار، تیمیندار، سیتوزیندار، گوانیندار، حالتهای مختلفشم بخوای بچینی در واقع خیلی متنوع میشه، ولی نه با 20 نوعی که اینجا داریم. پس بنابراین یادت باشه عملا ما محدودیتی اینجا در قرار دادن نداریم و در واقع بر اساس اون میاد تعیین میشه. حله؟ خب حالا نگاه کنین، من این چارچوب الان اینجا دارم، من این چارچوب الان دارم، من الان با نحوه قرار گرفتن آمینو اسیدها دنبال هم و ایجاد رشته پپتیدی آشنا شدم، اما ببخشید، اما کتاب میاد چیکار میکنه؟ میگه سطوح مختلف پروتئین ها، سطوح چیشون مختلف، میگه پروتئین ها در 4 سطح بررسی میشن. خب این جمله بسیار مهمه، بارها تو تستا اومده. عمل یک پروتئین با چی تعیین میشه؟ با شکلش، شکل فضاییش میاد چی رو تعیین میکنه؟ عملش رو. حالا باز شکلش به چی ربط داره؟ به آمینو اسیدایی که توش قرار دارن و آرهاشون. درسته؟ اینکه آر یک آمینو اسید چه ویژگی داشته باشه، آر اون یکی چه ویژگی دیگه میتونه چی رو تعیین کنه؟ شکل پروتئین، و شکل پروتئین چیشو تعیین میکنه؟ عمل و کارشو تعیین میکنه. خب ببینید 4 سطح داره، در 4 سطح داریم چیا رو بررسی میکنیم؟ پروتئین ها رو بررسی میکنیم و میخوایم بریم ببینیم چه خبره. سطح به سطح میریم جلو، اول ساختار چیا مشخص کنیم؟ ساختار اول. خانوما آقایون الان خیلی ساده ما گفتیم آمینو اسیدا به چسبن دنبال هم و با هم پیوند چی بدن؟ پپتیدی بدن. یک رشته چی ایجاد میشه؟ زنجیره آمینو اسیدی، پلی پپتیدی. درسته؟ همین ساختار نوع اول ما هستش. پس ساختار نوع اول چیه؟ همین آمینو اسیدا که میچسبن دنبال هم و چی رو ایجاد میکنن؟ رشته پلی پپتیدی. ما میگیم ساختار اول تمام. درسته ساختار اول خیلی ساده است، ولی تمام ساختارهای دیگه به این وابستن. این هستش که تعیین میکنه چه آمینو اسیدهای اینجا قرار دارند. درسته؟ و خصوصیات پروتئین ما با این تعیین میشه. پس ساختار اول ساختار بسیار مهمیه. رو شکل فقط کار میکنیم، رو شکل کار میکنیم. بچه ها توپای مشکی چی هستن؟ کربنن. خب این برای ما مهمه، این برای ما مهمه. چرا؟ چون که میخوایم بعد رو ساختار بعدی استفاده کنیم. پس تو پای مشکی کربنه. خب تو قرمزه چیه؟ اکسیژنه، اکسیژنه. درسته؟ بعد تو پای آبی میشن نیتروژن. بعد توپ این توسیا کوچولوا میشن هیدروژن. بعد اونایی که حالت قهوه‌ای رنگم دارن که آر هستن. خب الان اینجا چند تا آمینو اسید میبینیم؟ خب برای اینکه آمینو اسیدها رو بشمریم، به خاطر اینکه نصف نیمه هم داره، بهترین راه اینه که پیوندهای چی رو بشمریم؟ پپتیدی رو بشمریم. پیوند پپتیدی دوباره یادآوری میکنم بین چی و چی تشکیل میشد؟ بین کربن و نیتروژن، کربن و نیتروژن. خب پس الان اینجا یه پیوند پپتیدی دارم، اینجا یکی، اینجا یکی، چون تا اینجا چند تا؟ 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا. الان 7 تا پیوند پپتیدی دارم، چند تا آمینو اسید میشن؟ 8 تا. درسته؟ یکی به اضافهش باید بکنیم دیگه. درسته؟ من اینجا 8 تا آمینو اسید دارم. حالا خواهش میکنم خوب نگاه کنید به این شکل، در تشکیل ساختار نوع چی؟ اول کدوم پیوند باعث تشکیل این ساختار شد؟ پیوند کووالانی به نام پپتیدی. درست شد؟ و سلام. آیا در تشکیل ساختار نوع اول پیوند هیدروژنی نقش داره؟ نه. پیوند هیدروژنی نقش نداره. بچه ها پیوند هیدروژنی پیوندی که بین چی و چی تشکیل میشه؟ پیوند هیدروژنی بین چی تشکیل میشه؟ شیمیتون رو رو کنین دیگه.
یه طرف این پیوند باید حتما چی باشه؟ هیدروژن باشه، یک طرف FON فون، درسته؟ خب حالا نگاه کن، حالا یه سوال اینجا داریم، حالا یه سوال اینجا داریم، اینو یاد بگیرین. آیا هر جایی H یعنی هیدروژن با فون FO یا N پیوندات، اسم پیوند هیدروژنی میشه؟ نه. الان نگاه کن اینجا، اینجا تو NH H با N پیوند داره، پیوندم از نوع کوبالانه. قرار نیست هر جایی که F یا O یا N با هیدروژن پیوند میده اسمش بشه پیوند چی؟ ولی پیوند هیدروژنی باید اونجوری باشه. ساده تر بگیم، فقط نمیگم خیلی مقیاس و معیار شیمی داره این حرفم، ولی برای اینکه کارتون را بیفته، پیوند هیدروژنی باید بین دو مولکول مختلف باشه، نه که یکی با خودش. حله؟ پس این نمیتونسته پیوند هیدروژنی باشه. خب بچه ها نیا کنید، فقط شکل رو میگم، نمیگم این نکته ساختاری آره ها، میگم بر اساس این شکل برای که یاد بگیری اگه یه آمینو اسید آرش چیه؟ پایینه. آمینو اسید دیگه آرش کجاست؟ بالا. بالا پایین زده شکل کتاب. اینو میگم برای اینکه خوب راحت بتونید تشخیص بدید. و در ضمن بر اساس شکل کتاب، چون شکل کتاب معیار سواله، خب جایی که توی آمینو اسید آر رو زده، او رو طرف مخالفش زده. گرفتین؟ ببین شکل فضایی میپیچه ها، قانون نیست. من میگم شکل رو باید شما تشخیص بدی. گرفتین؟ خب بنابراین اگر من بگم در یک زنجیره پلی پپتید آمینو اسید نهم آرش بالاست، آمینو اسید 35 آرش کجاست؟ بازم بالاست. چرا؟ فردن دیگه. اوکی. خب حالا دقت بفرمایید، دقت بفرمایید چی دارم خدمتتون میگم. الان یه تیزی نفر بگه، الان همین رشته پلی پپتیدی به چند حالت ممکن است شکل داشته باشه؟ همین رشته پلی پپتید به چند حالت میتونه باشه؟ 20^8 حالت. درسته؟ بسیار گسترده است. خب دقت بفرمایید، سوال مهم، در تشکیل ساختار نوع اول گروه آر نقش داره یا نداره؟ در تشکیل ساختار نوع اول گروه آر نقش داره یا نداره؟ ببین در تشکیلش نداره، ولی چرا؟ چون اصلا پیوند پپتیدیه برقرار شده، یعنی آرها در تشکیل پیوند اینجا شرکت نکردن. ولی اگر بیاد بگه خصوصیت شیمیایی ساختار نوع یک بستگی به گروه آر داره، میگین بله. درسته؟ چرا؟ چون آر خصوصیت شیمیایی هر آمینو اسید رو تعیین میکنه. وقتی آمینو اسید خصوصیت شیمیاییش چی شد؟ تعیین شد، میتونه عملا ساختار رو هم اوکی کنه. حله؟ بسیار خوب. ببین ساختار نوع اول، ساختار نوع اول بچه ها، ساختار نوع اول پایه تمام ساختارهای دیگه است. اوکی؟ اولین پروتئینی که بچه ها شناسایی شد، ساختارش میوگلوبین بود. میوگلوبین اگه خاطرتون باشه، در به اصطلاح در ذخیره گاز اکسیژن در ماهیچه مخطط نقش داشت، و در کتابتون اعلام شده که میوگلوبین به وسیله پرتو ایکس شناسایی شده. با وضعیتی که الان خدمتتون گفتیم، الان تو کتابتون دو تا مولکول دارین که با پرتو ایکس شناسایی شد، یکی دی ان ای توسط روزالین فرانکلین و موریس ویلکینز، یکی هم دیه پروتئین ها. پس بنابراین اگه جمله بیان بگن که هر به اصطلاح مولکولی که توسط ساختار ایکس شناسایی شد پیوند فسفودی استر داره، غلطه. درست شد؟ خب بلکه میتونه پروتئین باشه و پیوند پپتیدی داشته باشه. خب پرونده ساختار نوع یک رو میخوایم ببندیم، بریم سراغ ساختار چی؟ دو. ببینید در سطح دو یا ساختار دوم، کتاب زحمت کشیده اینجا خیلی قرا، گویا، فصیح، بلیغ، آشکار، شفاف، دلنشین در دو خط و چند کلمه جمعش کرده. اگر شکل نبود خیلی هم مطلب ساده بود. آره خیلی هم مطلب، ولی من میخوام خوب گوش کنین تا بفهمیم ساختار نوع دو چی هستش ماجراش. اول نیا کن من برات میخونم. گفته بین بخشهایی از زنجیره میتونه پیوند هیدروژنی برقرار شه. خب یه نکته به من داد، پس من در ساختار نوع چند دو قرار پیوند چی ببینم؟ هیدروژنی. بین چی؟ هیدروژن و فون.
نه، بین چی؟ بین همین جمله که این گفته، بین بخش‌هایی از زنجیره. درسته؟ نمیگم کجاش، فقط میگه بین چی؟ بخش‌هایش. خب بعد میگه این پیوندها، یعنی همون پیوندهای چی؟ هیدروژنی، منشأ تشکیل ساختار دومه که به چند صورت دیده میشن، که دو نمونه معروفش مارپیچ و صفحه‌ایه. من یه بار دیگه کلمات کلیدیشو برات مرور میکنم، این کلمات رو باید سیف کنی تو ذهنت. پس وقتی اسم ساختار چند میاد، دو میاد، اولا اسم پیوند هیدروژنی اومده، پیوند هیدروژنی رو میگه بین چی تشکیل شده؟ بخش هایی. این منشأ تشکیل ساختار دوه. و بعد هم میگه به چند صورتن، دو نوع معروفش مارپیچ و صفحه‌ایه. خیلی خوب، این که افسی شد، تموم شد، رفت. اما این که حاشیه هاش چیه رو باید بریم تو شکل. خب ببینید یه شکل اینجا داریم از چی؟ رو کتابتون، اینا همه تو جزوه هم هست با نکاتش. خب یه شکل اینجا داریم از در واقع ساختار چی؟ مارپیچ. درست شد؟ خب الان اولین چیزی که به چشم من میاد، ما بیاییم اون پیوند هیدروژنی که کتاب گفته رو پیدا کنیم که ببینیم چی به چیه. این الان اون پیوند هیدروژنی است، یا این هم اون پیوند هیدروژنی است، و جای دیگه که نقطه چین گذاشته. خب یه نگاه دقیق بهش مشخص میکنه این پیوند هیدروژنی بین چی و چی تشکیل شده؟ بین هیدروژن که قطعا یه طرف ماجرا است، با چی؟ با اکسیژن. تیزتر میخوایم برخورد کنیم، شارپتر برخورد کنیم، کدوم هیدروژن، کدوم اکسیژن؟ خب هیدروژنی که بسته مرتبط بود با کی؟ N، یعنی همون NH2 که HHT رفته، یه H داره هنوز دیگه، نه؟ این همون اکسیژن گروه کربوکسیله که OHش رفته. پس خودمونی بگیم اون اکسیژنی که با پیوند چنگانه دوگانه متصله به کربن، یعنی ایشون اومده، خب اومده با هیدروژن واسطه به نیتروژن یا آمینو اسید دیگه پیوند چی داده؟ هیدروژنی داده با یکی دیگه. خب حالا سوال بعدی، آیا این دو آمینو اسید مجاورند؟ نه، با هم فاصله دارن. دخترم پسرم شکل ما بیشتر بدانید نیست، شکل روش ننوشته سوال از این غیر مجازه، پس میتونن سوال بدن. پس یه نتیجه ای در ساختار نوع دو، یه آمینو اسید او متصل به چیش؟ او متصل به کربن کربوکسیلیش، با اچ وابسته به ان یه آمینو اسید دیگه اومده پیوند، که این دو آمینو اسید مجاور نیستن. حالا من بهت میگم این نکته حال کنی. خب آمینو اسیدی میتونه با یه آمینو اسید دیگه پیوند چی بده؟ هیدروژنی بده که 4 تا باهاش فاصله داشته باشه. یعنی ساده بگم در مدل مارپیچ میتونی بری بشموری یه آمینو اسید اومده با 4 تا آمینو اسید بعد از خودش پیوند چی زده؟ هیدروژنی. خب دوباره آمینو اسید بعدی با 4 تا بعد از خودش، بعدی با 4 تا بعد از، اینجوری هر کی با 4 تا بعد از خودش پیوند چی بزنه؟ هیدروژنی. انگار هر کی با 4 به سمت بخواد به هم چی بشن؟ نزدیک بشن، یه ساختار چی میگیره؟ مارپیچی میگیره. درست شد؟ خب حالا دقت بفرمایید، ما به این ساختار میگیم مارپیچی. الان سوال منو جواب بده ببینم فهمیدی یا نه. الان اگه توی سوالی به شما بگه پیوند بین آمینو اسیدها، شما میگیم پیوند چیه؟ پیوند بین آمینو اسیدها، پپتیدی، هیدروژنی نمیتونه باشه؟ پپتیدی یا هیدروژنی، تو نمیگیم که چیه. الان تو دی ان ای، اگه الان بگه در دی ان ای پیوند بین دوتا نوکلوتید، چی میگی؟ میگی کدوم دوتا نوکلوتید، مجاور یا مقابل؟ مقابل پیوندش چیه؟ هیدروژنی. مجاور فسفودیستر. الان هم شما باید در جا اینو میپرسیدی، میگفتی پیوند بین دوتا آمینو اسید، کدوم دوتا آمینو اسید؟ مجاور، پپتیدی. غیر مجاور اگه پیوند زدن، مطمئن باش پیوندش چی هست؟ هیدروژنی هست. الان جمله ای که من میگم برای خودم یه جا یادداشت کن، جمله ای که دارم میگم یه جا یادداشت کن. خب این الان درسته یا غلطه؟
چه جمله ای؟ من بیام بگم که در ساختار نوع چندم دوم دو آمینو اسیدی که پیوند چی زدن؟ هیدروژنی دارند با هم نمیتوانند با پیوند پپتیدی به هم متصل باشند. درست یا غلط؟ این درست یا غلطه؟ اونایی که میگن غلطه بگن چرا؟ چجوری میتونن؟ وقتی دو آمینو اسید با هم پیوند پپتیدی دارن تو ساختار چندم، اینا میتونن مجاور باشن؟ پپتیدی دارن. پپتیدی دارن نمیتونن مجاور باشن؟ اون هیدروژنی عزیزم. درسته؟ الان وایسا ببینم دوباره. درست شد؟ یه حجمه این وجود داره الان در رقابت بعضیاتون با ماهی دوری. درسته؟ یعنی اون برو شما برو، اون برو شما برو. بعضیاتون الان دوتا آمینو اسید با هم میتونن پیوند پپتیدی بدن یا ندن؟ این دوتا آمینو اسید لعنتی مجاورن یا غیر مجاورن؟ وقتی پپتیدی میدن مجاورن دیگه. درست شد؟ چه عجب. درست شد؟ عبدالخیاری کن جلسه اول گفتم ها. گفتم اینجا جای عبدالخیاری نیست، جای شومنبازی هم نیست و اصلا نه وقتشو دارم نه هیچی. انرژی میذاری زور میزنی بفهمی. درست شد؟ زور میزنی بفهمی. یعنی اگر نخواهیم اینجا آنزیم درس نمیدیم. من میگم آنزیم لیپاز بچه ها لیپید ها را تجزیه میکنن، خب اونه که خودت هم میتونی بفهمی. الان اینو گوش کن. الان فقط یه لحظه ذهنتو ببر جایی که من میگم آیا دوتا آمینو اسید میتونن با هم پیوند هیدروژنی داشته باشن؟ بله، آفرین. و این دوتا آمینو اسید مجاورن یا مجاور نیستن؟ مجاور نیستن. خب حالا نگاه کن، پس در ساختار نوع دو دوتا آمینو اسیدی که پیوند هیدروژنی دارن یعنی مجاور نیستن، نمیتونن پیوند پپتیدی به هم متصل باشن. خب طبیعیه دیگه، درست میشه دیگه. اوکی؟ خب جمله‌ای که میگم، بگو درست یا نه. بین دو آمینو اسید مجاور فقط یک نوع پیوند وجود داره. بین دو آمینو اسید مجاور فقط یک نوع پیونده. اوکی. درست. خیلی خوب. خب بریم ادامه بدیم. خب این ساختار نوع دو بود با فرض اینکه این ساختار چی باشه؟ مارپیچی باشه. درسته؟ خب حالا نگاه کن، کتابتون زحمت کشیده ساختار صفحه‌ای را هم نشون داده. من ازت میخوام اولا این جریانی که کتاب کشیده فریبت نده. کتاب یه جوری بی‌انصافی رو کشیده که آدم فهم میکنه اینجا چند رشته پلی‌پپتید داره؟ دو رشته. در صورت که یه رشته است. یعنی چی آقا؟ چرا این کار کرده؟ من نمیده، حالش خوب نبوده احتمالا که از این شکل استفاده کرده. آقا این اینجوریه، یعنی خودش رو خودش چی شده؟ تا خورده. فهمیدی؟ ما اصلا توی ساختار نوع دو بیش از یک رشته نداریم. چون اگه قرار باشه رشته های پلی‌پپتید به بیش از چند برسن؟ یک برسن، که میریم تو ساختار چند؟ چهار. درست شد؟ خب حالا نگاه کن، خواهش میکنم با دقت نگاه کن اینجا رو. آیا ما اینجا بازم همون پیوند رو داریم؟ یعنی پیوند هیدروژنیمون همونه؟ یه چک بکنیم. الان اینجا پیوند هیدروژنی بین کی تشکیل شده؟ اکسیژن و هیدروژن. پس قانون همینه.
مثل ساختار چی میمونه؟ مارپیچی. با چه تفاوتی؟ ساختار مارپیچی یه نظمی اینجوری داشت و آمینو اسیدایی که کنار هم بودند با یه فاصله مشخصی با هم پیوند چی میزدن؟ هیدروژنی. اینجا آمینو اسیدهای دورم میتونن با هم پیوند چی بزنن؟ هیدروژنی. چرا؟ الان نگاه کن دست منو، فرض کن یه آمینو اسید اینجا رشته بوده، یکی اینجا، حالا این میتونه بیاد با این پیوند چی بزنه؟ هیدروژنی. وقتی اینجوری هیدروژنی زدن، الان به صورت مقابل بقیه هم میتونن بزنن. خب حالا خوب گوش کن، خوب گوش کن. الان اینجا دوتا آمینو اسید داریم، همینی که دورش خط کشیدم، این دوتا به هم نزدیکن یا از هم دورن؟ از هم دورند یا به هم نزدیکند؟ آفرین، اینا دورند، درست شد؟ پس یه چیز مسخره‌ای تو این ساختار وجود داره. دوتا آمینو اسید که میتونن به هم نزدیک بشن از هم دورند. فهمیدین؟ این دوتا آمینو اسید دور چرا با هم نزدیک شدن؟ به خاطر پیوند هیدروژنی، درسته؟ دلم میخواد الان اینو بگی ها. به پاتریک منتظره ها، منتظره الان ببینه که شما یا اون. دوتا آمینو اسید مقابل در ساختار نوع دو، دوتا آمینو اسید مقابل در ساختار نوع دو، تا همینجاش یه نفس بگیریم. منظورم کدوم ساختاره؟ صفحه‌ای یا مارپیچی؟ صفحه‌ای. خب نسبت به یکدیگر نزدیکن یا دورن؟ نزدیکن یا دورن؟ ببین نسبت به هم دورن دیگه، نسبت به هم دورن. خیلی خوب، خب به سلامتی، به سلامتی. خب موتورتون تازه گرم شد ها؟ خیلی خوب، مشکلی نیست؟ بریم یه لحظه با هم ساختار چی رو ببینیم؟ نوع چند؟ دو؟ نه هنوز دویم، به این راحتی از یه ولمون نمی کنه. یه سری نکته با هم کار کنیم اینجا. خب الان هموگلوبین جزی از پروتئین های معروفی که میشناسیم، 4 زنجیره داره که 2 به 2 به هم شبیه، اونا ساختار دوش مارپیچیه. این یه نکته. یه پروتئین آقا مثال بزنین ساختار دوش صفحه‌ای باشه، بیا منافذ غشایی. مدل وقتی مارپیچ میشه میتونه راستگرد باشه، میتونه چپگرد باشه، هیچ اهمیتی در حد دبیرستان برات نداره. ببین از 4 گفت بیکارتر منم، اومدم برات حساب کردم، تو هر مارپیچ 4 آمینو اسید جا نمیشه، 3.5 آمینو اسید جا میشه، درسته؟ اینم برای یکی از طرحهایی که اگه هندی سوال دادن شما در جریان باشی. خب ببین کیا با هم پیوند میزدن. میگیم گروه کربوکسیل و آمین باید با فاصله 4 آمینو اسیدی بیان پیوند چی بدن؟ هیدروژنی. تو رو خدا دقت کن، درسته ما میگیم کربوکسیل و چی قراره پیوند چی بدن؟ هیدروژنی، ولی در واقع کربوکسیل نیست، این چیه؟ سی او. آمین هم در واقع چیه؟ ان اچ. و عملا با رنگ قرمز میکشم، با رنگ قرمز میکشم، این اچ با این او پیوند چی میده؟ هیدروژنی. و این دو آمینو اسیدی که اینا رو دارن قطعا با هم چی دارند؟ با هم چی دارن؟ فاصله دارن. اوکی؟ خب ساختار صفحه‌ای کشیده است، برخلاف مارپیچ آلفا ساختار صفحه‌ای رو عرض میکنم، آمینو اسیدایی که معمولا فاصله زیاد هم قرار دارن میتونن بیان کنار هم. اوکی؟ ساختار صفحه‌ای نسبت به مدل مارپیچ سختیش بیشتره، انعطافش ناچیزتره. حالا میخوام به من کمک کنی. خب الان آر در تشکیل ساختار دوم نقش داره یا نداره؟ نقش دارد یا ندارد؟ گروه آر در تشکیل ساختار دوم نقش نداره، ولی خصوصیات شیمیایی ساختار دو به آر وابسته
هست. اوکی؟ وابسته هست. اوکی؟ خب پس بنابراین میگیم نقشی نداره ولی خصوصیات وابسته هست. خب ساختار دوم گفتیم به چند صورت دیده میشه؟ به چند صورت. دو نمونه معروفش چیه؟ مارپیچ و صفحه‌ای. خب ببین یه ساختار دو، یه ساختار دو خوب نگاه کن میتونه چی باشه، خوب گوش کن، مارپیچ باشه، میتونه چی باشه، صفحه‌ای باشه، میتونه مارپیچ و صفحه‌ای باشه. یعنی یه تیکه‌ای از رشته پلی‌پپتید مارپیچی باشه، یه تیکه دیگه‌اش چی؟ صفحه‌ای باشه. پس بر اساس شکل کتابتون هم که داره میتونه یک رشته پلی‌پپتید هر دو رو با هم داشته باشه، میتونه هیچ کدوم هم نداشته باشه؟ بله. چرا؟ چون میگه به دو مدل معروفش اینه. حله؟ خب دقت بفرمایین، دقت بفرمایین، ما الان ساختار نوع دو رو تموم کردیم، اما یه سوال اینجا مطرحه. الان پروتئینی که ساختار دو داره قطعا ساختار یک هم داره؟ آره یا نه؟ باید داشته باشه. چی به پیچه دور خودش؟ چی صفحه‌ای بشه؟ پس یه جمله معروفی که داریم اینه که هر کسی باید ساختار قبلیش باشه که به ساختار بعدی برسه. و یه سوال مهم، و یه سوال مهم، اونایی که قلم به دستن این نکته رو همه رو می نویسن، خب موقعی که رشته پلی‌پپتید داره تشکیل میشه، اول ساختار یک تشکیل میشه بعد دو. این که منطقیه دیگه، نه؟ نمیشه اول دو بیاد هیدروژنی بزنه، چی نمیدونیم بعد پی. حالا اینا همزمان با هم تشکیل میشن یا نه؟ یکی ساختار کامل میشه بعدش حالا وارد ساختار دو میشه. همزمان میتونن تشکیل بشن یا بعدش میتونن برن؟ بله همزمان میتونن، باریکالله. نگاه کنین موقعی که ریبوزوم داره آمینو اسیدها رو میچینه کنار هم که چی تولید کنه؟ بگو بشنوم. موقعی که ریبوزوم داره آمینو اسیدها رو میچینه کنار هم که چی تولید کنه؟ دارم میشنوم. رشته پلی پپتید سبا نه، هنوز پروتئین نه، هنوز ساختار اول میگین قبوله که چی تولید کنه؟ ساختار چندمو اولو همینجا میتونه ساختار چندم تعیین کنه؟ نوع دو رو. درست شد؟ پس بگو ببینم این جمله این آزمون درسته یا نه. رشته پلی‌پپتید در حال ساخت، من یواشکی جواباتون رو نگاه میکنم، رشته پلی‌پپتید در حال ساخت میتونه پیوند هیدروژنی داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آخش آخش آخش. خب بریم ساختار چند؟ سه. تا اینجا چند رشته پلی‌پپتید داشتیم؟ یه دونه. هنوز حق نداریم وارد ساختار چهار بشیم، چون تا بیش از یک رشته نشه اصلا حق ورود به ساختار چهار رو نداریم. خب میریم ساختار سه. بچه ها نگاه کنید، یه تعداد آمینو اسیدی بالاخره دنبال هم اومدن دیگه که ساختار چند رو ساختن؟ یک. حالا مارپیچ شده صفحه‌ای شده، مارپیچ صفحه‌ای شده، هیچ کاری، هر یک چیزی شده، وارد ساختار دو هم شده. اما بریم ببینیم ساختار سه کتاب چی میگه. ببینید در مورد ساختار سه، خب ما مطمئن هستیم که کتاب بسیار باز شفاف و گویا صحبت خواهد کرد، یعنی ما اصلا نیازی به در واقع چیز خاصی نداریم اینجا، ولی خب به هر حال ما میگیم دیگه. این ساختار سه میگه در ساختار سوم کو قلم تا خوردگی بیشتر صفات و مارپیچ ها رخ میدهد و پروتئین ها به شکل های چرا نمی نویسیم؟ چرا نمی نویسیم های سالی؟ و پروتئین ها به شکل های چی؟ به شکل های متفاوتی در می آین.
جان. خب نرسی. ببین پروتئین ها به شکلهای متفاوتی در میاد. چی به شکل متفاوت در میاد؟ پروتئین ها، پروتئین ها دیگه چشمم روشن صداش کرد چی؟ پروتئین. علی سلام میکنه. ای علیه، علی خب سلام علی، ببخشید. خب آقا میگه پروتئین ها به شکلهای متفاوتی در میاد. امیدوارم هر کسی ناراحت نشه، روش شوخی کردم. خب چون کلاس گفتم خوش نشده باشه. خب حله. خب خانوما اینجا رو خوب نگاه کنین، آقایون اینجا رو خوب نگاه کنین. میگه تشکیل این ساختار در اثر برهم کنش های آبگریز است. در اثر برهم کنش های آبگریز است. خب ببین چیه این ساختار گفته، چیه این ساختار گفته، تشکیل این ساختار. تموم شد رفت. یعنی اگر تو سوالی به شما گفتش که ساختار نوع 3 به چه دلیلی تشکیل میشه، میگه به علت برهم کنش های آبگریز. خب بچه ها نکنه، آمینو اسید ها با هم چی هن؟ شبیه هن دیگه. چیشون با هم متفاوت بود؟ گروه آر. پس بچه ها قبول داری اگه من بگم یا آمینو اسیدی آبگریزه، یعنی کجاش آبگریزه؟ آرش دیگه. یا آمینو اسیدی آب دوسته، یعنی کجاش آب دوسته؟ آرش دیگه. خب حالا نگاه کن، من یه تعداد آمینو اسید دارم، گوش کن، اونایی که آرشون آب گریزه، از آب خوششون نمیاد، اونایی که آرشون آب دوسته از آب خوششون میاد، درسته؟ وقتی که در محیط آبی قرار میگیرن که پرانتز باز، تو سلول ما محیطمون آبیه، تو سایتوپلازم، این آب گریزا میرن وسط که آب بهشون، آب دوستا میان اطراف، یه شکل چند بعدی میگیره، سه بعدی. ما به این میگیم با اجازتون پروتئین. الان ساختار سوم چی شد؟ چی شد؟ ساختار سوم چی شد؟ تشکیل شد. تشکیل شد. خب حالا ببین بعدش چی میاد میگه. میگه سپس با تشکیل پیوندهای دیگری مانند هیدروژنی، سلام علیکم، اشتراکی، سلام علیکم، یونی، علیکم السلام، جدید اومد، درسته؟ این ساختار چی میشه؟ چی میشه؟ تثبیت میشه، فیکس میشه. پس الان اگر بگه پیوند یونی، اشتراکی و هیدروژنی میتونه باعث بشه ساختار سه تشکیل بشه، درسته؟ نه، میگه آقا تشکیلش که قبلا شد به علت برهم کنشای چی؟ آبگریز. درست شد؟ بسیار خوب. حل اوکیه؟ الان نگاه کن داوطلب عزیز، شما ممکنه بگی که آقا یه دونه سوال من گزینه دو دارم پارسال که اینو درست گرفته، من چی کار کنم؟ درسته؟ کانون پارسال انتا ما سوال همه درسته که خط کتاب باید رعایت بشه. اوکی؟ بسیار خوب. خب حالا بیایم اینجا نگاه کنین، الان تو ساختار نوع 3، الان تو ساختار نوع 3 ما پیوند هیدروژنی میتونیم ببینیم؟ بله. دیگه تو کدوم ساختار میتونیم ببینیم؟ دو هم میشه. ولی تو یک؟ نه. پیوند پپتیدی تو کدوم ساختار دیده میشه؟ تو همش. پس کووالان تو همش هست. یونی اگر دیده بشه؟ فقط سه. شکل تریدیش یا سه بعدی پروتئینیش میشه ساختار چی؟ سه. اینجا تا خورده میشه یا تا خوردگی بیشتر میشه؟ بیشتر میشه. میگه تا خوردگی چی؟ بیشتر. درسته؟ خب حالا دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. ما تا اینجا چند رشته پلی‌پپتید داریم؟ یک رشته پلی‌پپتید داریم. تا موقعی که پروتئینتون چند رشته ایه؟ یک رشته ایه. شما در ساختار چند میتونی بری؟ حد اکثر سه، درست شد؟ اما زمانی که پروتئینت بیش از چی شد؟ یک رشته شد، وارد ساختار چند میشی؟ چهار. ببین در ساختار چهار شما دیگه حرفی نداری. میگیم در ساختار چهار ما اصلا بحثی ندارم. خب
ساختار 4 عبارت است از چند تا به قول معروف ساختار چند؟ سه که کنار هم قرار گرفتن. درسته؟ چی میگه؟ میگه وقتی دو یا چند زنجیره پلی‌پپتید کنار هم برن، ما عملاً ساختار چی رو تشکیل میدیم؟ 4. خب قیدش چیه؟ تو نظام قدیم یادم میگفتیم بسیاری از پروتئین، نگاه کن جمله رو، میگفتیم بسیاری از پروتئین ها بیش از یک رشته پلی‌پپتید داره. قیدش چی بود؟ بسیاری. الان لطف کرده کتاب نظام جدید قید رو عوض کرده به چی؟ به بعضی. وقتی میگه بعضی پروتئین ها ساختار چندو دارن؟ 4 رو دارن. یعنی عملا بعضی از پروتئین ها میتونن وارد ساختار چند بشن؟ 4 بشن. درسته؟ خب حالا دقت، دقت. مینیم استراحت. خانم کی بودی؟ جعفری. چشم. حالا نگاه کن، ما الان یه مثال اینجا بزنیم. خب یه مثال بزنیم، شما هم به من کمک کنید. الان مثلا هموگلوبین چند تا زنجیره داره پلی‌پپتید؟ 4 تا. پس قطعا ساختارش ساختار چنده؟ 4. اگه هموگلوبین 2 تا زنجیره هم داشت بازم ساختارش چند میشد؟ 4. 100 تا هم بود بازم 4. خب اولا نگاه کن، اون ترتیب خاص آمینو اسیدهاش باعث میشه ساختار چندش ایجاد بشه؟ اول. بعد تو ساختار دوم شکل چی میگیره؟ مارپیچ. کتاب میگه آلفا و بتا، یعنی عملا همه مارپیچ ها آیا شبیه هم نیستن یا این مارپیچ ها آمینو اسیداشون با هم متفاوته؟ اینو به من بگو. سوال آزمون تحت حرفه‌ای خوبم بودا، که وقتی ما میگیم تو هموگلوبین مارپیچ آلفا و بتا داریم، یعنی همه مارپیچ ها چه از قانون مختلفی برخوردارن یا نه اینا آمینو اسیداشون چون متفاوته بهشون میگیم آلفا و بتا؟ وای وای وای، منتظرم. باهوش باشی جواب میدیم. آفرین، دارن درست میگن. همینی که شما میگین برعکسش. آمینو اسیداشون متفاوتن. گرفتین؟ چرا؟ چون از روی چند ژن ساخته شده هموگلوبین؟ 2 ژن. درسته؟ پس آلفا و بتا از نظر تعداد و نوع آمینو اسیدا با هم چیان؟ متفاوتن. ولی از نظر ساختار مارپیچیشون با هم متفاوت نیستن. یعنی الان هم تو آلفا هم تو بتا پیوند چی داریم؟ هیدروژنی رو داریم و قصه به همین صورت. خب حالا دقت بفرم، بعد هر یک از زنجیره ها به عنوان یک زیر واحد تا خورده میشن. وقتی تا خورده شدن یعنی وارد ساختار چند شدیم؟ به عنوان هر یک از زنجیره تا بخن 3. بعد ساختار 4 این زیرواحدا میان کنار هم و ساختار نهایی هموگلوبین رو تشکیل میدن. الان هر کی به من گفت حداقل ساختار یک رشته پلی‌پپتید چنده؟ حداقل یک رشته. حداقل ساختار یک رشته پلی‌پپتید چنده؟ 1. حد اکثر یک رشته پلی‌پپتید چنده؟ 3. خب حداقل یک پروتئین چنده؟ این بار 3. چرا؟ چون تا شکل 3 بودی نگیره پروتئین نیست. حد اکثر یک پروتئین چنده؟ 4. درست شد؟ یه استراحت 5 دقیقه‌ای بکنیم میایم تست میزنیم.